درود و عرض ارادت خدمت مردم شریف ایران. قبل از شروع صحبتان بریم یه چند تیکه از حرفای این مرتی که مازیار بنی اسدی رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم. شما پادشاهی خواها که نه، چون درکی از مفهوم پادشاهی خواهی ندارید. شما سلطنت طلبا. من نمیفهمم. اولا که سلطنت طلب نه و پادشاهی خواه، ما سلطنت طلب نیستیم و سلطان نمیخوایم، چون که برخلاف مغز پوک تو خدا رو شکر ما عقل و شعور داریم و میدونیم که واژه سلطنت از سلطه میاد. ما پادشاه میخوایم، ما شهریار میخوایم، نه سلطان، نه کسی که رومون سلطه داشته باشه. چرا شما فقط به جمهوری اسلامی نمیزنید؟ چرا شما فقط به اون کسایی میزنید؟ به جمهوری اسلامی هم به اون کسا میزنن. جمهوری اسلامی دشمن خودش میدونه. بابا شما دستتون با هم توی یه کاسه است. شما با هم همکاری. سامانه سلطنت طلب با سامانه جمهوری اسلامی همتون دستتون با هم توی یه کاسه است. خجالت بکشید. شما نگاه کنید تو قضیه همین نوبل خانم نرگس محمدی چیکار کردید؟ خودتون رو جر دادید. شما جدیدا شدید مسئول وزن مردم که چرا مردم چاق میشن تو زندان؟ بهش میگن قنباد. نشدی بی شرفا؟ بهش میگن قنباد. ببین آقای مازیار بنی اسدی، مسیر ما پادشاهی خواهان کاملا مشخصه. اگه مسیر استارت انقلاب از اینجا تا نقطه ایکس باشه برای رسیدن به پیروزی، اون نقطه ایکسی که پیروزی ماست توش یه سری مانع ها وجود داره. متوجه حرف من هستی؟ یه سری چیزا داره سرعت انقلاب ما رو کند میکنه. حالا منظورم کیا هستن؟ الان خودم بهت میگم. شما که میای از افراد حاضر در نشست جایزه نوبل حمایت میکنی و میگی چرا ما پادشاهی خواهان اینا رو میزنیم، سوال من از شما اینه که چه کسایی در این مراسم حضور داشتن؟ از عبدالله معتدی شروع میکنیم، یکی از بنیانگذاران حزب کمالی کردستان که هدفش هم جدایی کردستان و تجزیه ایرانه، که از سال 62 تا 72 هم دبیرکل حزب کمونیست ایران بود، الان هم که دبیرکل حزب کمال است. نفر بعدی گلشیفته فرهانی، یکی از بیشرفترین آدمایی که تو زندگیم دیدم. به این توییت خوب توجه کن که واسط بخونمش. همین گلشیفته ای که تو میازش حمایت میکنی اینقدر بیشوره که نمیدونه پرچم شیر و خوشی چند صد سال قدمت داره و پرچم ملی ایرانه. اینقدر بیشوره که نمیدونه سلسله هخامنشیان اولین امپراتوری کل دنیا بوده. سلسله هخامنشی بزرگترین امپراتوری کل جهان بوده. زمانی که مردم بقیه کشورها چپ و راست خودشونو بلد نبودن و مثل حیوان قبیله‌ای زندگی میکردن، ما نیاکان ما امپراتوری داشت. ما حکومت و سیستم سیاسی واحد داشتیم. گلشیفته اینقدر بیشوره که نمیدونه همین حقوق بشری که کل دنیا دارن راجبش حرف میزنن توسط کوروش بزرگ در ایران به وجود اومد. منشور حقوق بشر مال ایرانه. ریشه حقوق بشر توی ایرانه. اینقدر بیشوره که نمیدونه قرن قبل از میلاد در سلسله هخامنشی کانال سوئز امروزی توسط داریوش اول ساخته شد. همین کانال سوئز امروزی توسط داریوش اول ساخته شد. کانال سوئزی که یکی از تاثیرگذارترین کانال‌ها در صنعت تجارت در کل جهانه. البته شاید هم میدونه ها، ولی نکته اینجاست که ایرانی ستیزه. اسم ایران که وسط میاد کهیر میزنه. حرفای جدای طلبانشو مگه نشنیدی؟ در مورد نرگس محمدی همه ما پادشاهی خواها مخصوصا بانی آسمین اومدیم مثلا سوال پرسیدیم، گفتیم آقا چجوری میشه که یکی مثل نرگس محمدی که 10 سال بچهای خودش رو ندیده میاد با آنجلینا جولی تماس میگیره؟ چرا این اتفاق واسه فاطمه سپهری پیش نمیاد؟ چرا این اتفاق واسه خالد پیرزاده پیش نمیاد؟ چطور میشه که توی اروپا دارن به مردم ایران میگن رهبر جنبش ملی ایران نرگس محمدیه؟ جان مادرت، کی نرگس محمدی رو به عنوان رهبر و لیدر انقلاب قبول داره؟ کی؟ نظر در مورد عکساش با فائزه هاشمی چیه؟ به نظر نرگس محمدی یه شخص رفرمیست نیست؟ اینا تو خود باند هاشمی ان، اینا ضد رژیم ان، درسته هدفشون سرنگونی جمهوری اسلامیه، اما هدف بعدیشون چیه؟ هدف بعدیشون اینه که بعد از سرنگونی دوباره یه جمهوری دیگه سر کار بیارن که رهبرش هم نرگس محمدی باشه، حکومتی که با کلیت جمهوری اسلامی موافقه، اما یه سری اصلاحات توش به وجود میارن. مثلا اسم اسلام رو برمی‌دارن، حجاب آزاد میکنن، دیسکو پارتی رو آزاد میکنن، مشروب آزاد میکنن و یه سری اصلاحات دیگه که توی قانون اساسی به وجود میارن، ولی با کلیت نظام موافقن چون که رفرمیستن. ولی یادتون باشه یکی از شعارهای اصلی پارسال ما این بود که میگفتیم این آخرین پیام، هدف کل نظامه. چیزی به اسم اصلاح دیگه وجود نداره، تمام شد دیگه، اصلاح تمام شد. خدا رو شکر ما پادشاهی خواه هر حرفی میزنیم با مدرک و سند حرف میزنیم، بدون مدرک و سند به هیچ کسی انتقاد نمیکنیم. شما اینقدر دریده و سریته ای، همه در مقابلتون سکوت کردن. وقتش به خدمت شماها خوب رسید. باید قهوه ایتون کرد، باید بالا تا پایینتون یکی کرد. شماها آدمای هرزه ای هستید، شما به همه حمله کردید، شما دقیقاً در راستای اهداف جمهوری اسلامی قدم برداشتید. شبیه دستفروشای تمیال بمبئی هستی. آخه سیراوی به تو نمیرسه، به تو نمیرسه بخوای اسم شاهزاده رو خراب کنی. همونطور که اولام گفتم همین پنجه هفتیا و چپیا و عمه میدونن، همین پنجه هفتیا و چپیا و مجاهدا بودن که بیچارمون کردن، چندین نسل رو با هم دیگه سوزوندن. همین الانم سر راه ما قرار گرفتن که دونه دونه از سر راه بعدشون میداریم. جمهوری اسلامی رفتنیه، جمهوری اسلامی رفتنیه، اما باید کمر بست به زدن شماهایی که به همه دارید میزنید. به نام رضا پهلوی، به نام پادشاهی، به نام سلطنت. بازم میگم شما حتی شعور درک پادشاهی ندارید، شما سلطان میخواید. چرا؟ چون شما درک و فهمتون از زندگی فقط همون سیستم ارباب رعیتیه. شما رعیتید، سریاتون فقط رعیتید. اون که برمیگردید میگید در حد کی باشی در حد در مورد شاهزاده صحبت کنید، یه رعیتی، یه رعیتی به عادت بری برگردید بگید شاهدیا، شاهدیا، هر چی شما همونه، اینم شاهزاده نه، هر چی که گفت همونه. خاطر سرتون کنه رعیت صفات های آشغال.
اگه میگم به تو نمیرسه واقعا نمیتونه. شما به جز فحاشی و ناسزا چیز دیگه بلد نیستین. نمیتونین با سند و مدرک حرف بزنین. من نوعی که مدعی آزادی بیان هستم میگم انتقاد آزاده. شما آزادی حتی از خدا هم انتقاد کنین، ولی انتقاد درست و به جا، نه اینکه فقط برای فحاشی کنی. این که اصلا انتقاد نیست. در ضمن اول ویدیو هم گفتم ما نه سلطنت میخوایم نه نظام فئودالیسمی میخوایم. همون محمد رضا شاه فقید هم بود که با انقلاب سفید نظام ارباب رعیتی رو با اصلاحات ارضی در ایران از بین برد و ما هم ادامه دهنده نسل همون بزرگ مردیم. واسه شاهین نجفی همون نتیجه چرخنده است که حالا مجبور توسشو بشینه آشق آشق بخوره. واسه تو هم داره. و در آخر اینکه بازم اینجا به تو نمیرسه که بخوای شاهین نجفی رو خراب کنی. اصلا در حدی نیستی که بخوای شاهین نجفی رو خراب کنی. تو خودت چرخنده ی عالمی. اون موقع آدم اومد جمهوری اسلامی میلیارد میلیارد پول خرج کرد پهلوی رو خراب کنه. نتونست. میدونی چرا؟ چون یه چیزو نفهمیدی. پهلوی جاش اینجاست. من نمیفهمم.